چطور نتونستی دستگیرش کنی؟ این آهو فرار کرد. پس باید خیلی کار کشته باشه. همونطور که فرمودید شاکر آمدم خدمت شما. پرواز دست بود. آروم باشید، آروم باشید. شما بفرمایید. خواهش می‌کنم آروم باشید. شما بفرمایید بشین. چشم. چه فرمایشی دارین؟ جناب سرهنگ، در گاز صندوق منو باز کردم. 10,000 تومان اسکناس توش بوده نبردم. به اندازه 50,000 تومان جواهر که توی یک جعبه خاتم بوده نبردم. پس چی بردن آقا؟ همون جعبه خاتم که یادگار مرحوم پدرم بوده بردم. همین؟ بله. خب شما بفرمایید. دندوناری هم دزدیدن. این دفعه یه سوم که دندوناری منو میدزدن. ساکت شما بفرمایید خانم چی شده؟ این آقا پسر عاشق دختر من شده. با لباسای زنونه اومده تو خونه من کلفتی. اینها اینم کلاگیسش آقا. دزدرم که خودت دیدی. زمان گزارش ترفیتم حاضره اما رد نمیکنم. فهمیدی که چرا؟ بله قربان خاطر جمع باشین. تا حالا هیچ دزدی از دست من در نرفته. ضمن من میخواستم خواهش کنم یه روز به مرخصی بدین که بتونم اسباب کشی کنم. مگه میخوای منزل عوض کنی؟ بسیار خوب، ولی حواست جمع باشی که باید این دوز رو پیدا کنی. چش پیداش میکنم. بده به من این سینه بنده چه بردشی ورد پریده اخوجه بردشی رو این پدر سکسه ها رو بنداز دور. همینم باقی مونده بود که سگ بیارین تو خونه و همه زندگی ما نجس کنی. خب مال آبجیمه دیگه. آره تو ببینه مال آبجیته. ای مال آبجیت بیشتو چی کار میکنه؟ بابا من هم دیگه سگی میگرسه خودت کمی سگ نجس هم آوردی تو خونه؟ بابا من ازم خواهی به شیرنی بدی؟ از گلودار داره میمیره. بیا
یه باباجو بخور. مرسی. بخور بخور که بسه من نشه. میگم داره خفه میشه، میخوای بکشیش؟ بذار بخوره، بذار بخوره، اگر نخوره براش عقده میشه. بیا. بالاخره مثل خودت مرض شبگردی میگیره و شب تو خواب را میفته. بیا بلون بود. چشم. بلون بود چشم. بخور. ببینم مملی. بله. باز به گنجه من دست برد دادیم. بیا اینجا ببینم. آخ گوشو چند چند. در گنجه تو باکو ببینم. کلیدش بشن نیست. نیست؟ نه خیلی. من الان پیداش میکنم. من که میگم نیست بابا. دروغ خیلی میگم. پس این چیه؟ این کلیده میده. کلیده. آخ. اینا دیگه واسه چی برداشتی؟ خجالت میگیشم دیگه. آخه بچه تو دهنت بوی شیر میده. پدر تو هم هنوز خیال میکنی من بچه هم 28 سالمه. ممنونم پدر، ممنونم. گریه نکن جونم، من خیالم کردم تو هنوز بچه ای. چه اندامی داره. بابا پول بده، میخوام یه خودکار بخرم. چه خبرته؟ همین دیروز وسط خودکار گرفتم. گذاشته بودم تو تاخچه، حالا میبینم نیست. همش تقصیر این مملیه که به اسباب کار من دست درازی میکنه. مملی هیچ وقت از این کارا نمیکنه، میدونی که این کار بده. بیا هی هر روز کتابچه، مدا، کرای ماشین، پول استویسی، معلوم نیست درس خوندن تو کی تموم میشه. نه ترس، آخرش تموم میشه، به آرزود میرسی، شوهرش میدی. معلومه، اگه افلاطون هم باشه آخرش باید شوهر کنه، پس هر چی زودتر بهتر. حالا من که زود شوهر کردم چه تاجی به سرم زدم؟ یه عمر دارم کلفتی شماها رو میکنم. ما که چیزی نشدیم، لااقل بذارین دختره یه چیزی بشه. بله پولش که کیسه تو نمیره، من باید جون بکنم تازه آیا خانم یه چیزی بشه آیا نشه. شوهرشم بخوای بدی باید جون بکنی جهازش. جهازش خواسته نداره، اینقدر مال حلال تو این گنجم انبار کردم که بتونم جهازش رو جور کنم. حالا چی خواستی شوهر کنی که شماها دارین با هم دیگه یکی بدو میکنین؟ من حالا باید درسمو بخونم. از شما هم خیلی متشکرم که پول کتابچه و خودکار بهم دادین. این که دیگه اینقدر منت نداره. خودکار چه رنگی میخوای بخری؟ آبی مثل همون که داشتم. رد کن بیاد ببینم. چی رد کنم؟ پول رد کن تا خودکار بهت بدم. به پول بده یا جون میکنی. بده من، بده به من. بیا مواظب باش یه گمش نکنی. مرسی. مثل یه خودکار خودمه. آره تو ببینی هرچی خودکار توی خونش مال توه. آهای پس چه میخوای بری به کار پس رو میدرسی؟ ماشالله خان در دکون هست به کارا میرسی. آره تو بمیری ماشالله به کارت میرسی. آج بابا آقابت خوک شد ممالی. آه الحمدلله کسی نبی. بایستا ببینم از ساعت پریده از علمای خواهر تو میشه کار تو. آره چه کار تو؟ یه بگی تخم و ترکه باباشه دیگه از حالا شروع کردن این بچه بید. واسه چی میزنی؟ چرا کار میگن اپا؟ بابای بیچاره منم همونطوری از نمش کتاش خورد که مرز روحی پیدا کرد. آره تو بمیری آتی توی دفت میزنم که دیگه خلاص بکنی همین کاره منو میدوزی. پدر پدر یا بچه تو بزنم قلمان تو رو داری بزنم. سلام. سلام 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 خورشید خانم جان، سلامت باشی. کم که خرامت بشم کی خط غربان، بشم کی چوم غربان، تکان نده برر سرت نشنبان. سلام. سلام علیکم خورشید خانم جون، پروپچند نقلیه و نعنا و ترخون، پیاسه جعفری شاهی و ریحون، دل رفته و عقلم شده حیرون. ای وای اومد خورشید تابور، عناب لبش کرده دلم خون. سلام میرزا قلم دون. سلام علیک دوای درد من دون، فلفل نمکی نمکی نمک دون، قندون پر از قند نکن همچین و همچون.
سینه یا رو، هر چی میل داری بد تو فراوون، خدا برکت بده دنبه تو قربون. سلام. سلام قند و عسل هلوی خراسون، سرکی یه تومن مفتی که ارزون، شیکر میریزه از دو لباتون، سر تا پا تو من یک تن قربون. اینجا بینم من چند دفعه بهت بگم اینجوری تو مرانه رو تو بگیر. روما گرفته بودم داداش، باز زیر چادرم چادر از سرم بود. چه آبرو ماشاءالله خان، تو که نمیدونی من از دست این دختر چی دارم میکشم. کاش تو اجاق ننم کور میشد، این خواهر یه دونه رو واسه من نمیذاشت که نمیگه. حالا کلمات برسش خوب نیست تو محل سر چه دارا بیفته. تو محل دیگه چی را بیافته، گندش در برده. هر چی بهش میگم یا بیرون نیا، یا اگه میای رو تو قرص بگی، مگه به خرجش میره؟ تو محل با همه مردم داره سلام علیک میکنه. گوشم اگه من به کسی سلام کنم اونا سلام میکنن، خب منم مجبورم جواب سلامشونو بدم دیگه. ده میدونم این نره خراباست کی به تو سلام میکنن، چرا به من که داشه بزرگت هستم سلام نمیکنن؟ میگه سلام لور بی تمنیش ابو شاقا راست میگه، خیرت میخواد دختر جون؟ یه دفعه دیگه جواب سلام این مردا رو بدی، اینجا خون را میندازم به عرض تعفو. سلام ابو شاقا، چیه چه خبره؟ تقی جون قربون دهنت برم، تو بی خود نصیحتش کن، شاید از موی سفید تو خجالت بکشی. موضوع از چه قراره؟ هی بهش میگم علی محل بل استاد، شما بی معرفت هم وقتی اینجا رد میشی رو تو محکم بگی، تو رو خدا بد میگن، شما حالیش کن. این حقیقته، تو دخالت نکن عباس آقا، سب کن من الان حالیش بکنم. بی اینجا خورشید. قربون دهنه. بیا اینجا جانم، ببین خورشید خانو. آفرین. این دختر خود من میمونم. احسن. من همینطور که دخترم و دوست دارم ها تو رنگ عباس آقا وقتی میگی رو تو بگی حق داره دیگه. چادر تو این جام چرا همچی میکنی؟ دارم چیز تو بگیرم، دارم رو تو بگیرم. آره بذار بگیره، محکم بگیر، یادش بده چه جوری رو میگیرم. چه آدم نازنینیه یا تقی، داره رو گرفتن یادش میگیرم. میدونی من تو عمرم هم چی آدم چشم و دل پاکی نایده. من جایی که بودم میش بردم در چشم میرفتم میخوابیدم. نه خب منم میدونم آبجیم و دستی کی بسپارم قرمونه دارم. دادا چه خدا سلام 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 چاکرم قرمونه از آب کشیدم اونه که فقط یه خورده تلک فلک مونده که باید بیاریم. انا عباس آقا بفانه براتون میاریم. خیلی متشکرم. بفرمین یه چایی بکنم. نه باید برم، کار دارم، هنوز اسبابامون وسط اتاق مونده، از طرف کم یه ماموریت قبول کردم که همش حواسم پی اونه. اون الان کلید کنچه ها رو بکنم. برای آتاقی بیشه یا کن کلیجه رو بیاریم. آتاقی جان لطف فهمیدید اون گنجه رو مکنی لطف بفرمایید. برادر که بد خواهر رو نمیخواد. عباس آقا وقتی شما رو بیشتار دست من میدونه که من یک کاری میکنم. اون بیانه. بیا جانم یه درد نکنه، مزاحم نمیشه. جوون مرد پیر بفرمو سرکان جون، ما اگه اتفاقا با ما کاری داشتین خونمون تعین کوچه بغلیه، یه در آبی چاکرت اونجا میشه. قربونه تو حتما سراغت میام. نوشه سلامت. این رو تو بگیر، رو رو خورشید خانو باید محکم گرفت. چه نیست حرمی نمی کنه، مگه من نامحرم نیستم جانم؟ برو بابا اون نطخ بایانه تو برم زنده بودم خیلی محکم داشتم همه رو میسپردم دست تو. روحانی هستی مقدس. عباس آقا جون این خواهرتو باید شوهرش بدی. آجاقی بشه فرشگی کرده اینه گفت یا کردی کبابم، از کجا برم شوهرگیر بیارم قربونت برم؟ پارسالی که از این بچه های بیمعرفت اومد باز خواستگاری خورشید، ما خورشید شدیم گفتیم خواهرمون سر و سامون گرفت، شیش ماه آزگار به اسم نومزد اومد تو خونه ما با خورشید خلوت کرد، خواهرمونو بدنام کرد، آخرش هم زد دیرشو فلنگو بستره. خب تقصیر خودت جانم. چی بگم، مگه هر کسی از راه رسید با دست خواهرتو بذاره تو دست؟ مثلا همین خود من از کجا میدونی اون پشت خواهرتو نه نصیحت میکردم یا خدایی نکرده سوء استفاده میکردم؟ اختیار دارین آتقی، یعنی ما دیگه شما رو نمیشناسیم، ما میدونیم آبجیمونه دست کی بسپاریم، قربون اون پیشونی نورانی ترام که ماش بسته. چشم سیبیل هم فرو رفت میدونم. نه 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 باز یکی دیگه جا مونده. آتر که برمونه چم بپرین چیزی به دیگر رو خونه شد. آقا سلام مر میگرد برو. خورشید خانم جان. بله. بلد تو این جان. بله. جواب این مرفته دوستم میداری تو فردا بیام به خواستگاری. بگه حرف میزنی جرعت نداری عزیز، تو صبر نداری. بگم چرا نمیاد؟ چرا نمیام؟ ارزه نداری. چه گفتی؟ گفتم بی ارزه ای، ارزه نداری. خبر از گل تو ماغی هم نداری. Thank you.
عتیقی جان بیا باید. کجا؟ همین الان میخوام برم خواستگاری خورشید خانم جان. من برای چی بیام؟ آخه تنهایی واهمه دارم. یه دفعه رفتم برای یکی دیگه خواستگاری بکنم، از برادرش یه کشیده خوردم. وای به حال اینکه برای خودم بخوام خواستگاری بکنم. اتفاقا به موقع داری میای. چطور؟ عباس آقا الان تو مغازه ما در به در دنبال یکی میگرده که دست خواهرشو بذار دست. پس نه تنها. من جلو من از خودت شخصیت نشون بده. منم نکن. هر مرد چه صابونایی نیم. حواسم پرت این دوزده است. باز برداشت این درجه رو دوختی رو لباسم؟ چند دفعه بهت بگم که من استوار دومم باید یکی باشه؟ تو که گفتی ترفی تو دادن؟ نه بابا جان، چرا سرهنگ پیشنهاد کرده تا من اون دوز رو پیدا نکنم و تحویل ندم از ترفی خبری نیست. اما عجب میدوی دنبالم آسان سنه اگه من ویلا میدونم با اون باتون چه بلای سرم میدونم. ماما کدوم باتون استوار که باتون آویزون نمی کنه؟ چرا آویزون نمی کنه؟ مگه تو از پاسبانه دیگه کمتری؟ بده به من تو برو به خیاطیت برس. خیلی خوب بیا برو در باز کن. من با این ریخ برم در رو واق کنم. تو چرا نمیری زن؟ برو ببین کیه. من دستم بند کار دارم، خودت برو. نجواسی نکن، من با این ریخ بعد برم دم در. لا کیه؟ کلید دولابچه رو آوردم. کلید دولابچه رو آوردی؟ برو بکی. الله این زنم وقتی لش میکنن ها دیگه تمومی بردار نیست. کلیدتون جا مونده خانم. بده به من. بفهمه. متشکرم. اما مواظب باشید گم و گور نشه، این محل اعتبار نداره. چطور یه وقت کامیون میاره اساستون رو جمع میکنن و میبرن. اساسیه ما رو نمیتونم ببرم، ما خودمون یه پا دوز بگیرم. خب دوز بگیرم که باشین، هر دوزی رو که نمیدونیم بگیرین. آره جان خدا بالاخره این تابلوی خیاطی منو میکوبی یا نه؟ نه جواز نداره، خلافه. خلاف باشه جرمش با خودمه. من کار خلاف قانون نمی کنم. بده به پسرت مسعود بگو. وقت چه کسی مسعود؟ کتابای خودش اینجا ریخته، هنوز وقت نکرده مرتب کنه. الهی مادر به قربونت بره پسرم. اوه کی میشه دوماد بشی زن بگیری برام یه نوه درست کنی؟ اینقدر به فکر زن گرفتم برای این بچه نباش مسعود، حالا باید درس بخونه. این پوچینایی که تازه خریدم کو؟ تو به من آخر مزر میخوام. من اصلا میدونم برای چه اجازه بگم، آخر منم مهمه، یعنی برای تو مهمه. بابا از کار ویزیتوری تو خیلی راضی. خب دو تا بورس انگلستان برای تا بستون هست، اگه بخوایی میتونیم با هم دیگه بریم. خیلی متشکرم، خواهش میکنم از من نرنج، خیلی کار دارم. بیشور اصلا خیلی منتظر شدی عزیزم؟ برای تقریبا یک سال. تقریبا یک سال؟ یعنی چی تقریبا یک سال؟ وقتی منتظر تو هستم هر دقیقش به اندازه یک ماه به نظر میاد. انتظار امروز 12 دقیقه طول کشید، پس میشه یک سال. بچه ها دارم به ما نگاه میکنن. سلام بچه ها. سلام بچه ها. چه سهله، اگه بزرگان به ما نگاه کنن برای من مهم نیست. مهم اینه که ما همدیگه رو دوست داریم. هرچی دلش میخواد بگه بگه، هرچی میخواد بگه. خب مگه چیزی پشت سر ما گفته؟ آمام چه فایده داره حرفای دیگران رو تکرار کنیم؟ این داره فراموش کنیم. مرسون. بله بیا بالا برسونم. مرسی مرسی مرسی. آره یا مرسی نه. مرسی نه. اگه بخواییم دوتاییتون رو میبرم. آه نه نه مزاهم نمیشون. خیلی متشکرم. خیلی پاپی تو میشه. کی ژیلا؟ آره خیلی هم سمجه. تو چرا به یه همچین دختر سمجی رو میگی؟ من رو نمیدم میدونی، اما با خوشونت هم نمیخوام باهاش رفتار کنم. چرا؟ برای اینکه دختر رئیس کارخونته. من اگه جای تو بودم فوری از این کار استعفا میدادم. تو چه میدونی عزیزم این کار ویزیتوری رو ژیلا برام پیدا کرده؟ خودم هم تو فکرش هستم، اما اول باید یه کار دیگه پیدا کنم. خیلی جا نمیدونم همین جا بود. طرف خونه. خونه شون جا. سلام بابا. سلام. خونه میری؟ بیا این نونو ببر خونه، من هم یه رو برگردم. کجا میری؟ دور بره میام.
نگاه نکن برو. آقای کسی سراغ منو گرفت شطور دیدی دایی خیلی خوب باشی کیه؟ منم خانم واکنه سلام سلام خونه ی عباس آقا اینجاست خانم چطور مگه طوری شده؟ نه یه خورده خرت و پرت داریم میخواستم با سه چرخش بیاره هنوز نیومده سر کاره همه حالا باید پیداش بشه بفرمایید تو نه خانم من سر کوچه منتظرش میشم تا بیاد خیلی متشکرم خدافظ جان آی تقی آمرو بیا بیرون به خیر گذشت چی بود؟ یه پاسبان بود پاسبان؟ چی کار داشت؟ با داداشم کار داشت چرا نمیای بیرون الان داداشم میاد و دل اخیش وای سلام از کلم حالا یک سلام تکیرم قربانت بیا برو دیگه یه بخوا داداشم سر میرسه شونه بزنم چشم میرم جونم اما اول بزن قربون تو برم بعد میرم از دیگه خواست به سرم داداشم اومد الان خون رنیا خود اگه اومد تو اتاسی برو تو صندوق برو یه چه خواهیش صندوق برو میشه خواهی هم شد خرت پرتا رو کجی میریزم خدا یا به فریادم برس الهی با امید تو داد بیدار کیه؟ منم حسین های خوشدست گیلانی سلام عرض میکنم دومندش این اتکلن با دستای خودم درست کردم که تقدیم شما بکنم سومندش آمدم ببینم عباس ها کی سر حاله که خستگاری را بیندازی ناجوان شو جوری شما رو نمیترم بیرم بفرما سمبر آتیش کن بازم سلام بفرما خدا بیچاره شد یه دونه نوچه هم بازم این حرفا نیست من فقط نیم ساعت وقت دارم اختیار داریم بفرما خود صندلی داشتیم همسایه گرفتم بیشیم صندوق خود سمبر آتیش کن تازه اومدم سمبر نه خانم جون لازم نیست. اونجا به گرد و کجی گوشتی تو کموده هم؟ نه شما زحمت نکشین داداش من خودم برمیرم. این کارد ما چی دست گرفتی وقت دست میبوری؟ اومد کنده که سر ما سال نمیم. بدم تیزش کنم. کاردام دیگه به سابق تیزی. همه چی تقلبی شده. قربون همون زامنداره سابق. آره. جوونی کجایی که یادت بخیر اما حالا خب یه خوده ازم خدای از جلالم جلالی میگوی نفس بکشم حواسا خب بریم میره دیر شده گزتو بزن میرم پرمت برم اینقدر حواسم پی کارم میکن احسابم خورد شده بسته نخو یه دقیقه بسد میرم خالی میکنم نه مقصودم اخرت پرتا نیست یه دوز فراری دارم که گول دادم پیداش کنم واسه اینه که عجله داره سکا جون اگر دست ما کاری ساخته است در خدمت گذاری حاضری ما نه این کار هیچ که نیست جز خودم دوزای زبله میدونی چیه به مرگ تو او یارو دوزه درست مثل جن نمونه هر جا میرم خیال میکنم دو قدم یه من قایم شد لابد الان فکر میکنی که مثلا رفته تو صندوق خدا از این چن بر میاد
الان اگه یکی به من بگه توی صندوق قایم شده من باور میکنم. بابا اگه شک داری پاشو نگاه کن. وا سرکاری شوخی کردن تا هم باور کردید. بریم. ولی این نشد سرکاری. باید یه دفعه بیجه حسابی بس گرد بدن. من دارم. باشه چشم. برونه ایکله. خلافظ آتوین بیم. باز در اینجا قرف لکه بده من. عباس آقا چرا همچی میکنی که آماده شکستی در بده من کلی بشده. نمیدونم کجا گذاشتم. زمین یاری دقیقه سراغ هم من آخه چرا قرف لکه کردی؟ یکیه نفهم بجم عباس آقا شوره شده رو بودی دیگه این گبر بده یه جایی دارم چرا کماد آب میده بیرون از کماد تکون دادی که شیشو برگش همه خنابر خدا لیل قربان تو برم میگم اشکال نمی هم سوا اومدم سرکار جون اومدم همیشه کلیدشو گم میکنه من نگم کلید بونکتی رو بون دبیا بریم دیشه اومدم سرکار جون داد دفتون دستور شام بدم الان میام خورشید کجایی؟ گوش کن شام شامی درست کن همین فکر بودم باید چجوری بگیریم که خود مسعود رضایت بده چه پارت میگی زن چه که رضایت بده بگیرنش اون درست مثل شکار میمونه شکار در میره و شکارچی هم تعقیبش میکنه
اینقدر دنبالش میکنن تا بالاخره گافل گیرش کنه و قلاده رو به نزگردن. قلاده مال قدیم بود، حالا دیگه کوچیکترا زیر بار زیر بزرگترا نمیرن، باید با میل خودشون ازدواج کنن. ازدواج چیه؟ باز پرت گفتی. چی رو پرت گفتی؟ هر کی من میگم میگه پرت گفتی. آخه من یه ساعت با تو راجع به چیز دیگه حرف میزنم، تو یه دفعه میگی ازدواج. ایوا، پس تو داشتی راجع به چی حرف میزدی؟ مگه تو نگفتی براش زن میگیرم؟ برای کی زن میگیرم؟ برای مسعود. بابا خدا پدرتو بیامرزه، من تو چه فکری هم؟ تو چه فکری هستی؟ مسعود زنو میخواد چیکار؟ چرا نمیخواد؟ مگه مسعود آدم نیست؟ چرا میخواد؟ پرتا پلا میگی زن؟ مسعود حالا باید دستشو بخونه. باز چی شده؟ چه خبره بابا اینقدر هی مسعود مسعود بکنه؟ واقعا انگار نه انگار که پدر این بچه هیچ آرزو نداری که مسعود رو دوماده. من آرزو دارم مسعود اول دکتر بشه بعد دوماد بشه. بس کنین دیگه، اگه همین جوان ها که دوماد میشن اول دکترن. حالا کی خواست زن بگیری که شما دارین دعوه؟ به مادرت بگو. مادر جان چند دفعه بهت بگم من زن نمیخوام. نمیخوام درک برده چه ترکی بودم برده. حالا چرا گری گریه میکنم؟ خب نکرم هیچی نکنم. میترسم ببیرم این آرزو به دلم بمونه. مسعود جون تو هر کسی رو بخوایی من برات میرم خواستگاری میکنم، تو فقط اجازه بده بقیه کاراش با خودم. ها میخوایی فردا برم برات خواستگاری؟ خیلی خوب، هر کاری دلت میخواد بکن. الهی مادر به قربونت بره، همین فردا برات پیدا میکنم یه عروس خوشگل و مامانی. آدم میبینیم از اونجا. نوار صورتی میخواد. الان میرم خدمتتون. شما چه فرماشی دیدین خانم؟ ببخشید میخوام دکمه من گینه کنم. پاچتون بفرمایید. مامان یه رنگی بگیر که به پارچه دامنی من بیاد. تو چه هنوز دامنتو ندوختی؟ خب میدوزم، چه فرقی میکنه؟ آخه خیاطیش دور، وقت نمیکنم برم. چی خانم جون، من خیاط خود دارم، اگه بخواین براتون میدوزم. ایوا قیافه شما چقدر به نظرم آشنا میاد، کجا همدیگر رو دیدین؟ اتفاقا شما به نظر من آشنایین. شما کدوم مدرسه بودین؟ والا موقعی که من مدرسه میرفتم مشهد بودم. اتفاقا منم مشهد بودم، مدرسه سعادت میرفتم. وا شما اعظم ملوکی نیست؟ چرا؟ خب منم ملوک اعظمی هم. قربونه شما. یادت سر اسم ما بچه ها چقدر مسخرگی میکردن؟ ملوک اعظمی به این گندگی اعظم ملوکی الله اکبر. خب چطور این طرف ها؟ ما تازه آمدیم توی محل نشستیم. ولی ما 5-6 سال توی این محل میشیم. بفرمی خانم. دست شما درد نکنه. ببین رنگش خوبه مادر جون. خب بچه مچه چی داری؟ آره ماما رنگش خیلی قشنگه. خیلی خوب. ایوا این خانم دخترتی؟ بله. سلام. ماشاءالله چقدر قشنگه. عروس من میشی؟ ایوا چقدر خجالتی هم هست. معذرت میخوام مامان، من دیرم شده. باید برم. خیلی خوب میخوای بری، برو. به سلامت مادر. آخه تو دانشگاه درس میخونی. خدافظ. خانم مرمت شما دیر. به سلامت جینم. منم یه پسر دارم پزشکی میخونه، توی فامیل از حالا همه بهش میگن آقای دکتر. آرزو دارم که زنش بدم ایشان. خودش تا حالا رضایت نمیداد، اما دیشب آقا موافقت کردن. آقا این دکمه من چی شد؟ الان حاضر میشه خانم. بچه های امروزی همه همینطورن، دختر منم هر خواستگاری میاد رد میکنه. پسر من اگه ببینه غیر ممکنه رد کنه. آدرسشو بده. خیابون کاج، کوچه مندل بویز. متشکرم. آقا چقدر میشه؟ نوار ما چقدر شد؟ 5 تومان خانم. بله. مرسی آقا. دخترت خیلی ملوشه. ممنونم. همون عروسی که من عقبش میگشتم. آه پس یا در خانه و تو گری جا میگردی. قرارمون سر ساعت 7 چلوی شکرخوه. کدوم سینما میری؟ میریم یه جا شام میخوریم، بعد از شام یه چیه شیرینی، بعدم مراسم تقدیم هدیه. هدیه برای چی؟ آخه تو 20 سال پیش در چنین روزی متولد شدی و جنیش ببینم. نه نه نه، بعد از شام. فکر میکنم تو این دنیا تو تنها کسی هستی که روزت من یادته. آخه پدر و مادر پدری به این چیزو ندارم. ما هیچ وقت جشن تولد نمیگیریم. پدر و مادر منم همینطورم، اما من عقیده دارم. پدر و مادرم مثل دوره خودشون فکر میکنم. مثلا مادرم دیشب اصرار میکرد که من زن بگیرم، اینقدر عجله داشتیم رو همین فردا میرم خواستگاری. چیکار میکنی؟ مگه نمیخوان برات برن خواستگاری؟ نقشه خونه آیندهتون رو میکشن. نقشه خونه آیندهمون
خیلی خوب، نقشه خونه آیندمون. خیلی خوب، حالا ادامه بده. اتاق پذیرایی، آشپزخونه، روشویی، اینم در ورودی. این خونه به درد نمیخوره. چرا؟ آخه اتاق خواب نداره. پر رو. خیلی خوب، اینم اتاق خواب. صبر کن ببینم. اینم اتاق خواب بچه ها. چیه دیره چه دیر؟ آره ساعت 5 باید کارخونه باشم، میخوام مساعده بگیرم و ایلا صندوق رو میبندم. حالا که خیلی مونده محسوس اتاق. خیلی خوب دوتا، ولی تو باید بدونی که من بچه خیلی دوست دارم. خیلی خوب، چون خیلی دوست داری سه تا. یک دیست گلا به تو، دو تا کاکل زری. خیلی عالی. آدیرم شده مانیم. خب من دیگه باید برم، میترسم صندوق داره بذار و برو بیپول بمونم. این روزا خیلی بیپولمونی، خیلی. من دوست ندارم وقتی تو با من هستی به ساعت نگاه کنی. منم دوست ندارم، اما اون آقا که حقوق میده خیلی دوست داره. مانی جون دیگه باید برم، تا به اتوبوس برسم یک ربع تمام طول میکشه. خب خدافظ. خب با تاکسی برو. فرق نمیکنه. زود بیایا. اونم یک ساعت. خدافظ. ساعت 7 نیم جلوی دم در شرکت. دعوتت کنم. بیا بالا. متشکرم، ولی من امشب سخت گرفتارم. حالا بیا بالا. راستش میخوام برم شرکت، خیلی دیر شده. خیلی خوب، بیا بالا میرسونم. متشکرم. خواهش میکنم. نمیتونم. نمیفهمم چرا نمیتونی. آخه من به بابا گفتم که امشب تو حتما میام. من امروز همه چیز برای پدرت روشن میکنم. تو چرا پدرت فریب میدی؟ بالاخره یه روز میفهمی که من تو دوست دارم. ولی من تو دوست دارم. نجات، من میخوام با تو بمونم. بچه نشو. خیلی خوبه، فقط مواظب باشین برچسب‌ها رو کج نزنید. فهمیدی؟ برکت، برکت. سلام بابا. سلام دختر خوشگلم. من آقای دکتر، مگه تو جشن تولدت نیست؟ خب من محمود رو برسونم پاپا. او آقای دکترم که امشب حتما تشریف میارن. میخوام بیاین تو دفترم ببینم چی کارا کردین. بیاین. جلوی پدرم خواهش میکنم هیچی نه. تو که میدونی من نمیتونم بیام. خیلی خوب نه، اما هیچ نگو، اون عصبانی میشه. من میرم خونه، مگه شما نمیاید؟ من یه قرار ملاقات دارم، نیم ساعت دیگه میام. تو برو جونم. دیر نکنینا. خدافظ پدر. برو قربون شکلت برم. خدا. به سلامت. شما میتونید با شیلا برید. امروز عضو شما کاملا موجهه. معذرت میخوام، من راجع به یه موضوع خیلی جدی میخوام با شما صحبت کنم. نمیدونم شیلا به شما چی گفته. چی نمیدونین؟ شیلا همه چی رو به من گفته. من و دختر هم مثل دو تا دوست هستیم، راجع به شما همه چیز رو به من گفته. نه نه، اون چیزی که من میخوام به شما بگم نگفته. من خواهش میکنم ناراحت نشین. میدونین شما خیال میکنین من از اون پدرای کهنه پرستم؟ من میدونم شما چی میخواین بگین. خجالت نکش جونم. راجب نامزدیتونم هر چی بخوای من قبول دارم. بله بله. مونه تو روغن بچه. یعنی بله، راجب نامزدیم امشب جشن تولدشه. اینم کادوشه، نگاه کنین. اتفاقا امشب مصادف با حتی شده، امشب باید در جشن تولد ژیرا شرکت کنین. خیلی متاسفم، ولی امشب نمیتونم در خدمت شما باشم، چون که میدونین دیگه چون که نداره، اصلا حرفش هم نزد. راجب نامزدیت هم هر چی با ژیلا قرار گذاشتی من قبول دارم. نه، موضوع ژیلا نیست. پس موضوع کیه؟ تو چقدر خجالتی هستی. من اتفاقا من از همین حجب و حیای تو خوشم میاد. ژیلا باید ازدواج کنه. خب ازدواج کنه. خیلی خب بکنین، من که اصلا حرفی ندارم. با کی؟ با من؟ نخی، با بنده. بله، تشریف میارن؟ بسیار خوب، فردا ساعت 5. متشکرم، خدافظ. من میخواستم بگم گفتی همه چیزی به من گفتی. بیا اصلا با هم بریم، تو باید اولین مهمون این جشن باشی. بیا بیا بریم. یالا بیا بیا بریم. اگه کسی من خواست بگو رفتن جشن تولد ژیلا. برو. من
سود خرش تموم نشده؟ ارا آدم خونه هیلا نمیدونم همین جوها بود کافا اونجا خوش آمدی مخشید بسید اینجایی تبریش میجب شیده چرا گوشگیر شدی؟ تبریش خوش و حالی که فایده ای نداره حواست کجا ای نه نه مثل اینکه یه چیز یاد رفته اون دیگه اون کادو آره آره بش بره بش بره متشکرم من هیچ فکر نمی کردم برام کادو بیاری همونجور بر بر من نگاه میکنیم خب هم دیگر ماچ کنیم دیگه هم بولی کرد ایبا صدای منیر چه شد چیه؟ چیه چرا گریه میکنی؟ هیچی مان اتفاقی افتادیه نمازه ساعت یکی بعد از نصف شب تو هنوز نخوابیدی تومانی رو از سر بخاری تو برداشتی؟ کدوم 500 تومان؟ پس بیداری برو میگیم بخواب خجالت بکشم خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب بیدار خیلی خوب بیدار فردا میبرم دکتر بشکم این مرض نوظهور تو میشه باید یه فکری بکنه سر پیری به مرض شبگردی تو چار شده خوشم که دیر میشه تو کجا داری میاد؟ با من حرف نزن من خوابم باره بگی به خواب تا آره زوده تو خواب را بیافتی من 40 سال زحمت کشتم تا تونستم خواب را بیافتم یالا اینم عروسکه اینم پاکه مادر آخه به من بگو چیزی من مادرتم باید بدونم چیزی ببینم چیزی شده پای کسی در میونه نه مادر خواهش میکنم برو بخواب خواهش میکنم مادر برو بخواب نکنه رفوزه شدی نه مادر خواهش میکنم برو بخواب تو هم بگی بخواب برو بگی برم بگی بخواب شما جوانه از پیره مرده ها اقاو یا همه شلا که دانشگاه تا نیست صبح درس میکنه بعد از برام 2 ساعت کار میکنه ماشاءالله ماهی 1000 تومان حقوق بگیره سر ساعت 8 شب اومدی جشن تولد من به اصرار پدرت این کادرم به اصرار پدرم دادی این کادر برای من خریده بودم
خیلی خوب، پس رو بر بده به منیر، به منیر عزیز. برو به برو دیگه از اینجا برم کن. قطعه این پسر رو بدون سرکار. پس چی؟ من به وجودش افتخار میکنم. ما دار و ندارمون به یه پسر ها پاسبان هست. موسی اومده باشه تو خونه. تو برو کنار، هر کسی اومد توقیفش کن. برو کش. کجا؟ از این طرف. مسعود توی؟ بله سلام. سلام و سهر ما آقازاده که تعریف شروع. آره همین که وایسه من دکرم و با این پسر صحبت دارم. من واسه تو خجالت میکشم. یه اون با آبرون زندگی کردم، حالا پسر خودمو باید من توی مرکز فساد ببینم. تو این خونه چیکار میکردی؟ جشن تولد رو دعوت داشتم. جشن تولد تا دوی بعد از نصف شب. مادرت حق داشت که اصرار میکرد باید زن بگیری. خیال نکن چون تو فامیل دو دفعه بهت گفتن دکتر هر غلطی بده خلاص میتونی بکنی. من 30 سالم بود یه شب دیر اومدم خونه از اون گذشت. ما هیچ وقت حرف همدیگه رو نمیتونی بفهمیم. برای شما تو دارای خودتون زندگی میکنی. خفه شو، به خدا هم که میزنم تو دهنت که از دماغت خون بباره بسره. بخاطر مادر تو برای من خواستگاری کردن اصلا عقیده منو نپرسیدن. از حالا شما خیلی ملت سر من دارین که عقیده منو میزنید. بله البته یار چارده. خب پس حرف آخر منو گوش کنید. مسعود، من تا تحصیلم تا اون نشه زن نمیگیرم. اگرم بخوام بگیرم دختری رو که شما انتخاب کردین نمیگیرم. خیلی هم اصرار کنین از این خونه میذارم میرم. میرم یه جای خودم رو گم و گور میکنم که هیچ کس منو نبینه. تو غلط میکنی میری. زن نمیگیری که هر شب بری دنبال حرفی. بله میرم هر جا دلم بخواد میرم. پدر تو دار میارم. بابا ول کنین. من تو نباید بری دانشگاه. برو پسر جون. برو دیگه بابا. چه غلط های پیچا. یا باید زن بگیره یا من از این خونه بیرونش میکنم. اینقدر اعصابتو ناراحت نکن. من یه دختر خیلی خوب و نجیب براش پیدا کردم. اون دوره دیگه گذشته، با جوانای امروز نمیشه اینطوری رفتار کرد. باید یه کاری بکنیم اینا همدیگر رو ببینیم. یه وقتی دیگه همدیگر رو خواستن و خودشون جلوتر. نه وای میسته. امروز اصلی با مادرش قرار گذاشتم برم خونهشون. تو هم بی با هم دیگه بریم. همه جا رو دنبال جشن ولی پیدا نکردم. منم دیشب همه جا رو دنبال سرکار گشتم. من میخوام همه چیز برای تعریف کنم. لازم نیست. مونیش باشم. خجاله؟ خوشم دست شما درد نکنه خانم. خیلی ممنون. متشکرم. مونه زون میوه رو نیاوردی؟ الان میارم اما. مرسی مادر. ماشالله، هزار ماشالله. مثل یه دختر فرنگی میمونه. وای 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 وای. کجا میای؟ این فضولی ها به تو نیومده، برو کنار. باز میخوای بری آبرو ریزی کنی؟ خدا آبرو ریزی کنی؟ باید بیا بابا تو هم
سلام علیکم. سلام. به به چه پسر خوبی بیرم جیا ببینم. بله فرمایشی داشتی آخه. کلاس چندی؟ من مدرسه نمیرم. آخه مدرسه نمیرم. بله مامان باشو برو رو مبل بشین. چی کارش دارین خانم جیا؟ آخه مزاحمتون میشه. نه خیر مزاحم نیست. خب شما چند سالتون آقا کوچولو؟ من 28 سالمه. قبول نمی کنم. مونش خانم این بچه شما دریای نمکه. میگه 28 سالمه. راست میگه عزم خانم، قدش کوتاه مونده. بچه‌م 28 سالشه. چه با خاک به سرم خانم که چرا زودتر نگفتین؟ پس باید با این آقا یه جور دیگه سلام علیک بکنیم. بله بفرمایید. خب حال شما چه شده؟ من دوست قدیمی مامان شما هستم. ایشون هم شوهر من هستم. بفرمایید کارت ویزیت بنده به پایین دستگاه نداره. من تقاضا میکنم بفرمایید. از آشناییتون خوشبختم. منم همین چوست آخه. خب مونیک خانم جون بریم سر صحبت خودمون. اگه اجازه بدین بچه ها برن بیرون بهتره. بله مامان با من کاری نداری؟ نه جونم. خب پس با اجازه شما خواهش میکنم. خواهش میکنم مامانی قرار شد بچه ها برن بیرون. بله قرار شد بچه ها برن بیرون. من که بچه نیستم. من 28 ساله. من حق رای دارم مثل همه مثل خود شما. بله خانم راست میگه. هرچی باشه برادر عروس خانومه باید در این بحث شرکت کنه. منه رو میخوان شوهر بدی؟ بله خانم برای پسرشون اومدن خواستگاری. خانم مطمئن باشین دوماد خیلی خوبی گیرتون اومده. البته خواهرم خودش دوماد داره. چطور مگه؟ هیچی همطوره علاقی یه چیزی پرنده. خب مولیش خانم جون آقا تشریف نیاوردن؟ والا نمیدونم چرا دیر کرده. حتما گرفتاری براش پیش اومده. حتما آخه آقامون یه بنگاه معاملات ملکی داره و 10,000 تا مشتری. دست تنها هم که هرچی باز دست میشه خانم قیافه آقاتون خیلی به نظرم آشنا میاد. این عکس مال 20 سال پیشه دوره جوونیشون. امروز که سعادت نداشتیم خدمتشون بده. اختیار دارین خدمت از ایشونه. خب آقام که تشریف نیوردن ما با اجازتون مرخص میشیم. ایوا به این زودی تشریف بیارین. الان دو ساعت که در خدمتتون هستن. خب پس فردا ساعت 4 منتظرتون. انشالله عروس خانم البته تشریف میاره. حتما آقا کوچولو رو معذرت میخوام. آقا رو با خودتون بیارید. باشه چشم. خدا حافظ شما. نه گفتم من میومد. مشرف فرمودیم. خدا حافظ شما. سلام. مانیر مانیر مرحمت. خدا حافظ شما. خیلی لطف فرمودید. خدا حافظ. مرحمت. بفرمایید. به سلامت. همراه شما شیرینی. خیلی خوش آمدید. میگم که دختر خیلی خوبی بود. من خوشم اومد. گفتن دختر نازی. ایبا بچه که از خودت نیست. کادون که از خودت به زمین حناق میگیری. به هیچ میگم نرا تو اتاق آبرو ریزی میکنی. میگه این فضولی ها به تو نایی منو جلو شیکم کارت خوردش نمیتونه بگه مغزم میخواد. چیز عجیبیه مگه آدم زنه برای یه شکمش میخواد. اینقام میزنم این تا بمیرد. دفعه گفتم بابا جون بگی منو تو کنه آدم آدم اینشون بکار کنم. غلط بکن. من زن نمیگیرم. از هر چی زن بیزارم. با من کار نداشته باشی که من اصلا بیار. کسی با تو کار نداره. همه میدونن تو بیاری. دختر جون پسرشون دانشگاه میره. من از هر چی پسر دانشگاهی متنفرم. نمیفهمم چجوری بهتون حالی کنم پدر. من خودم نامزد دارم. اون دخترای کرفی که تا نصف شب باشو شب زنده داره میکنی به درد تو نمیخورن. مادر نمیدونی که دختر نازنینیه. اگر ببینیش خودت با سر میدوی. دختری که شما بپسندین برای خودتون خوبه. من نمیخوام. پسری که شما بپسندین واسه خودتون خوبه. من نمیخوام. 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 اون که دعوا داره من میخوام. من نمیخوام. نمیخوام. تو غلط میکنی. باز زازاش خود چه قاطی مرکبات کرد. ببینم میخوای سن نشری جارگوز بکردی. هر شب بری یلالی تلالی دوی بردست شدم مست یه خونه. چند دفعه بهتون توضیح بدم. من نمیدونم چرا اینقدر من پیره میکنه. گم شد دیگه. خسته شده. من میدونم این چرا نمیخواد شوهر کنه. بگم بگو بگو من بگم تو خیابون با یه پسر جیگل دیدمش.
پس بگو زیر سرت بلند شد. اون دختره رئیس کارخونتون بود، اون دختره که تو خیابون دنبالش افتاده بود. هیچی باش خاک به سرم نصیب نشه الهی، تو خیابون دنبال دختران بیفتی مادر جون. من وقتی میگم دختره باید 16 سال شوهر داد واسه همینه دیگه. همین آقایی که امروز اومد قربونش برم الهی، بدینش برداره ببره دیگه. قرار دختره با پدر مادرش پس فردا بیان اینجا. تو یه نظر نگاش کن، اگه خوشت نیامد نگیرشین که دعوا نداره. حالا تو یه نظر این پسره رو ببین، اگر نپسندیدی زنش نشو. نمیخوام به خدا اگر بازم بگی نمیخوام هم بگی. میدونی مادرش با من همشاگردی بوده، زن نازنینیه، پدرتم اونو شناخت، میگه آدم خیلی خوبیه. من کی گفتم آدم خوبیه؟ عکسش به نظرم آشنا اومد. خب حتما باید همشاگردی چیزی بوده دیگه. شاید قیافش یه خورده به نظرم زبل اومد، اما به ظاهر نمیشه قضاوت کرد. خیلی ها اصلا قیافه دزدا رو دارن، اما آدم های خوبی هن. اینجا برای من مهم نیست کجا، یه دیگه میشین اینجا با هم صحبت میکنیم. فکرتی اونی چی که تو خیابون دنبال من اومدی آب رو ریزی کردی؟ همینجا بشین. پس بذاری چیزی رو بهت بگم. چی؟ امروز برای من اومده خواستگاری. پدر و مادرم به زور میخواد منو شوهر بده. خب تو چی؟ موافقی؟ نمیدونم. یعنی چی نمیدونم؟ یعنی نمیدونم، نمیدونم، نمیدونم. چی میدونم؟ نمیدونم. خب این احمق که اومده خواستگاری شما کی هست؟ یکی مثل شما. خانو میخواد شوهر کنه. چی میگه آقا اینجوری وایسده؟ برای چیزی برد بیار دیجه. اومدم بستم رو بخورم. مونیر میخواه بگید دیگه من رو دوست نداری؟ تو چرا جواب نمیدید؟ حالا جرات داری بگو دیگه. پس چرا گریه میکنی؟ هیچ فکر میکنم تو دیگه من رو دوست نداری. چرا این فکر رو میکنی؟ بدبختی من اینجاست که نمیتونم به پدر مادرم بگم یه پسر دیگر رو دوست دارم. خیلی خوب، من این مشکل رو حل میکنم. یه سال دیگه عروسی کنیم. حالا جلو میندازیم. امروز چی؟ میری خواستگاری یه دختر؟ آره ولی خاک بر سر اون دختره. به خاطر مادرم مجبورم برم، اما یه کاری میکنم که تو آخر عمرش از شوهر کردن پشیمون بشه. چطوره؟ همه شده که پاسبانم سود داشتم و نیمیاد خودمون رو حاضر کنیم. برو چند شاخه گل بخر بیار. خوب مونی کجا رفته؟ چه میدونم، رفته بیرون چیز بخره، الان پیداش میشه. برو یه دسته گل ارزون بخر. زود اینقدر من میفرسه بیرون تا بالاخره این پاسبان منو بگیر. سلام آقا. فرمشتش سلام. آره جناب. ببخشید بلی این سبد گل چنده؟ 50 تومان قربان. بزرگترش نداری آقا گرونتر باشه؟ چرا قربان، تو زیر زمین. خواهش میکنم بیارید. ببخشید آقا، این سبد گل فروختی؟ نه خیلی میفروشیم خانم. قیمتش چنده؟ چون شما مشتری هستی 50 تومان. همین خوبه. بعد چطوری خوبه؟ بذاری تو ماشین. خوبه آره. همین میبرم بذارش تو ماشین. میذارمش تو ماشین الان خانم. شاگردتون برد تو ماشین. آره شاگردتون برد تو ماشین. شاگردم؟ بله همین الان بود. شاگرد ندارم. پایسته بیرم. آی پاسبان دوز دوز بگیرش. چیه؟ سبد گل منم ازش دردم. چه خبر شده؟ از اون طرف رفت. چه ریخته بود خانم؟ قد کوتاه، موهای فلفل، چشمای ریز و هیز. بله بله همین طرف. از اون ور؟ از اون طرف رفت. از اون ور؟ بله. سلام، 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 سلام
باشه. اگه تاسم هم شده همینجا وای میسم تا گیرش بیارم. شما به پردر خونه ما به خانم بگو فلانی سر را یه کمی گرفتاری پیدا کرده که خود دیر میاد. آخه مهمون داره. آخه گل بست بود، حالا همین ببین چه ارزو خریدی. آره تو بمیری، مفت خریدی. بابام سخاوتمند دیگه. حالا تو گل به سینت نزنی نمیشه؟ آخه خواهرچون، آدم وقتی میره خواستگاری باید خودشو بسازه، گل کاری کنه. ما خواستگاری نمیریم. نمیریم؟ اونا اومدن خواستگاری، ما میریم بازدید پس بدیم. لباس ما نیرم پروف میکنیم و برمیگردیم. پس خواهر دومت چی؟ دومت خواهر نداره. نداره، پس منم نمیام. بابا مگه قرار نشد یه دختر بدین یه دختر بسینی؟ چرا ما میگنی زیرش؟ راست میگه بچه، پس منم نمیام دیگه. بابا چه چیا نمیام؟ یه کت به پوش مونیر تا یادت نرسه پشت پارچه رو بردار. اینقدر ادا نیار کت تو به پوش، به درک هم اینجا بمون. اینو نگاه کن، با یه من اصلا نمیشه خوردش. یالا بجام دیر شد. جا بیا ببینم، زود باش. مامان من بهتون گفتم من نمیام. هر غلطی دلت میخواد بکن من چیکار کنم؟ الان آشپزخونه رو آتش میزنم. ایچی ردی به سبد گل از دستم بیاد. داد و بیداد. والا من به بند منزلتون گفتم فلانی دیر میاد. نمیخوام اینا منو ببینم، فهمیده؟ ما قراره که با اینا بسات کنیم. برم میرم منزل ماهانه. من خودم دعوتشون کردم سر بکیم. کجا میری؟ الان میام. روشه یه دست چپه. میدونم خانم، من این خونه رو خوب بیشستم. دهنتون رو شیرین کنید. مرسی، صرف شد از آقا. دست شما درد نکنید. عزم خانم. بله. آقاتون تشریف نهی بردن. یه خود گرفتاری پیدا کرده. خدمتتون میرسه. خدمت از ما. اگه اجازه بدین اندازه لباس منیر خانم رو بگیرم. بفرمایید، خواهش میکنم. اجازه ما هم دست شماست. منیر جون، پاشو برو تا عزم خانم اندازه تو بگیره. پاشو مادر، خجالت نکش. من کارشو بکنم. مسکا به درد خوره. ماشاءالله چه هیکلی، این مانه چنا میمونه. دستو تو بالو بگیر. مرسی خانم، این پارچه من دامنی. من تمام اندازه هاتو میگیرم، بالاخره یه روز لازم میشه. شاید ببینه. بله. به به این پیرهنه برای دختری که از دوستان دخته بود. دست شما درد نکنه، چه قالب تنه. آره اندازم مامان. مبارکت باشه مادر. مادر مولیش خانم دیده. من مسعود پسرم. ماشاءالله خانم، دومات تو رو میپسندین؟ البته عروس و دومات باید همدیگر رو بپسندن. ما چی کاریم؟ مسعود جون نمیدونی چه دختری. که ما باید همدیگر رو ببینیم. بله. پس چرا خواهی موشک بازی در آوردی؟ اختیار دارین آقا، من دارم لباسم رو عوض میکنم. ازدواج ندارم، اگرم بخوام با دختری که دوستش دارم ازدواج میکنم. حالا متوجه شدی خانم محترم؟ شما که هنوز منو ندیدی. وقتی از دختری که دوستش داریم بهتر باشم. چی کار میکنن؟ به هم نزدیک شدن. چی؟ نه چی فکر کردی؟ یعنی پر روی هم وایسادن. شما حتی یه عشق تو زندگیشتون داشتی؟ میفهمی که چی میگم مگه نه؟ آره. چرا با هم پسری که تو سشتری ازدواج نمی کنید؟ آخه بازم
عاشق شدم. خب با این دومی ازدواج کن. این دومی منو دوست نداره. کیه؟ کجاست؟ میخوای من باهاش صحبت بکنم؟ آره همینجا وایساده پشت همین فرد هست. من عاشق شما شدم. دختر چرا خودتو نونور میکنی؟ چی کار کنم؟ کار دلی دیگه. میخوام رفتا کار دلت نباشه. بین من همیشه آرزوم این بود که شوهر گیرم بیاد که منو کتک بزن. من با تو ازدواج نمی کنم. نمی کنم. از پشت اون پرده بیا بیرون ببین من چه ریخته عوضی دارم. کج کوله هم یه وری هم از همون لای پرده نگاه کن ببین چه ریخته ایچ بری دارم. دیگه بیا بیرون نگاه کن دیگه مثل بوزی هم مثل انتر هم. این لیلی و مجنون عزم به خدا تو جادوگری. تا یه هفته دیگه عقدت میکنم. تو یه هفته دیگه؟ دیره؟ خیلی خوب پردا جیلا، اگه دعوتت کنم میای؟ آره، نمیر ناراحت نمیشه. ما با هم صحبت کردیم، حتما بیا. باشه. خب، خدافظ. خدافظ. با امید دیدم. خوشگیر شده. نادت بده که این سامون بزن میخوام برم. تا این فراش میکنیم. نه بابا چونه شو برابر شد واسه این شو برم بایدونم آن شاید اخونه دختر آقا دعوت رو نه بابا اخونه پسر رو بزن مبارک اینشالله قربون شما مان شما مبارک بریزیم این طرف هم بزنیم او صاحب بریزیم بلا خوش گوه بیار
رفته بگم. ببری آفیت بشید. نه قربون شما. ببری آخیلی چی کار کنیم؟ دلم شور میزنه تو مات نایمد خیلی دیر کرد. حتما خیاطی شلوغ بوده. عالی شد. اینو میگی؟ بله بله خیلی خوب شده. یه هفته معطل کردی تازه درست خوب شده. حسن آقا زود داشت من عجله. علم تو من میشه. سو. بابا تو وقت گیر آوردی؟ ای پسر بپر یه حوله بگر مدتقی سوید کنپریس بود. چشم خوشی خانم جان، خوشی جان. داد نزن یه وقت به عباس آقا خبر میده خورم میافته. نگاه کن امشب میخوام منزل عتقی دل به دریا بزنم و سخاسگاری بکنم. تنها کاری که میکنی عباس آقا سر حال باشد. اونش با من، تو دلو به دریا بزن. چشم. این تلو به دریا زده. سلام زرگا جان. سلام علیکم. بیا من کار شما فرما صابونو بزن آمده. خیر خواه بسر برو استاد خبر کن بیاد من کار دارم. تو چش او پس چی؟ ما صابون مالی کنیم یا نه؟ خب برو صابونو بزن آمدم دیگه کنی بیورزست. اگه بدن یه روزی که مزهی داره به مرگ تو عالی میشه. دو تایی میری ماحصل توی بیابان روی اون درخت ها نار بیز قاسمی که مزهی داره. ولی اول باید داری از برادرم خواستگاری کنی. اون که باید حسن آقا آمدم برر شما درست میگی. آقا جون چرا معطلی؟ یه ساعت اینو تمام کردی هی پاره میکنی دوباره کوچ میزنی. بس دیگه. من اینو تا یه ساعت دیگه لازم دارم. اشتباه نمیخوام بگیر مال خودت. بلش حسن آقا تو هم رسته منو کتخ. خیلی برو آمدم گوش میدیم. من خودم حواس کردم امشب باید سرت علاگرسن درست کنم. میدونی نه با مگه شما سلمونی زنینه دارم؟ بله ما خودم زنانه دوزی دارم. خود جانم اگه عباس آقا بفهمه که خون را میفته. گوش بده کرکره رو میکشم پایین هیچ کس نمیفهمه. با درستی سبی سرت درست میکنم. قربان تو برم دل نزوگم. آش بالاخره کی رو تو بازم اما هم کنونی سربالایی امروز دارم قول میدم فردا خدا بیام کلاتری. به خدا خسته شدم سرگاه نفس افتادم. تا نکیرمت برکن نیستم شانس بارده که پرابلم هم پیشم نیست. یا خدا برگر سراتینه بره شفتم و خسته شدی سرگاه هر دو خسته شدی بزه واسه فردا. من امروز یک کار واقعه میدارم. آره باشه میداری من هم دارم یه کتی که بدنم. چی کار میکنی آقا؟ سوزن ها فرقو کردی تو تنم. به چه بویی مثال بوی بهش. کجا هست؟ کجا درست؟ بگم کجا تو اینجا چی کار میکنه؟ کجا سال همینطور علاق میگم در میره هی پاره میکنه دوباره داره در میره کلش کن بیبریم بیا دوباره من بیا در بیا چی درست؟ بیا دیر شو دیر شو کجا تو درست؟ کجا تو درست؟ آبا درست بیا بیا بخشی آقا منزل آقای تقیه آهو کجا؟ چی کار داری خانم؟ عروسی دعوته. من خودم تقیه آهو هستم. چه تصادفی چرا میدونی نه؟ آهو شدم که بودو هم بفرمایی سوارشی شکارو میگرده سوارشم. خسته شدم با اجازه خیلی خوش آقام خوش شکرم. خوش شکرم.
مامانم اومد. بابا خوشایی مامان دل با پس شده. این پسره به. چه پسری یادی؟ بفرمه کنم. بابا این خانم فامیل داماده. آره آقا جو من فامیل داماده. آخه بگم بگم آی بملی چی پای مزاحم خانم نشو. نه آقا چه مزاحمتی این وزنی نداره تفلن. بله چه وزنی دارم. دلت میخواست من فامیل داماد باشم؟ چجور بیا تو این پسه یه خود بزر من برم بالا. میگم که ایه ماش به من بدی بهت میگم. خانم این بچه ریزی خرچه بیا پایین. الان میگه به سهش سلش قدش کتا نده بابایی ما رو آتو نبوده همیشه ما چی بوده خواهش ما رو بفرمیم اگه با منزم منو بخون بابا چه جایی دارم چه از خالی خانم جون من در جایی دیگم باید عرض جاری کنم آخه این که ورده میشه اجازه بدین الان میرم یه دقیقه دیگه صف کنم ای بابا سلام خانم کجا بودی سلام جلو مردم آب و ریز نکن بعدم واسه بگم سلام قربون تو دختر رو تو به واسه عروس مثل فرشته گذی ماشالله سلام آقای ما چیز رو ببینید میگم چکرم آمه بگم مسی جان آمدی پس با باید الان میاد الان میاد سلام علیکم سلام علیکم سلام سلام آجیل سلام چی کردی بیا با چک کنم مبارکت باشه اینشالله نه چیز مهمی نیست چه بیرون ناراحت نه خسله چیه شما میذارین من ماچتون کنم ایبا مونی این برادره چقدر کیزه فقط یه خورده ریزه بابا این برادره تو سلام علیکم من با شما دست نمیدم چرا برای اینکه خواهر ندارم داماد که حاضره بندم که پدر عروس هستم پدر دامادم تا شروع کنیم خیلی خوب بچه ها بفهمه انگوش خیلی خوب این که آقایی میشه یواش سرش فشار نده که کنم چی کرد خوب شو من برم خودم به پدر داماد معرفی کنم بیارمش دفتر افضا کنم همین اصلاه باشه پس چرا شما نمیزنیم این دارن سازشون رو کوک میکنن آتر اینا که یه سطح دارن کوک میکنن بابا مجلس یخ کرد خودم وسط گرمش میکنم آتر جون ببینم آدرس کجاست خیابون سیروز فلاک دو صرف نصف شب آتر جان جریان یادت نره باشه قربان تو برم وقتی این ماچه باشه اگه اینو کوک میکنن آتر من ریشیش میشم عرضم بزرگ سرکار پدر خدا بیامرز من میگفت هر وقتی میتروب خبری میکنی 20 تومن زیادتر بده که ساز و منزل کوک بکنند خوشمزه نبو این مجه آکیلو بفرمایید بفرمایید حالا میایی ببینم خدا مرگم بده باش که درجات شکافی آبروی منو بردی من به اینا گفتم شوهرم استوار یکه تو بی خود چهار بی خودتی یه ببین چه عروس خوشگلی آوردیم تو خود بح بح اینشالله به پای هم پیر شد خب خب ما کجا رو باید امضا کنیم برمین دستت برم همین بغل بخواهم میخوان عقد و جاری کنن همه صدر عروس و پدر دوماد هم دیگر رو ندید امروز روز اشلیکار که سر دخترن که هم دیگر ببینن میلون جون ما جز قاضوراتی بیا بریم به پدر عروس معرفیت کنن بیا کجا رو امضا همینجا رو امضا بزن بیشان مبارکی یه سرقاس تو کجا؟ رفته لباس عوض کنه خوش آمدی مشرف پر بودم منزل خودت بره خیلی خوش آمدی شما با حسن آقا جیلانی اکسی شما الله مبارک باشی انشاءالله این تو ببینم
این هم پدر عریس، پدر دوماس. تو اتاق خالی آقا نشسته، الان میرم میارمش که با شما آشنا بشه. ممنونم. ببین چی میگم، تو باید بری پیش اون. آخه تو صاحب خونه ای، بیا بریم. من مطمئن بریم. آره بیا بریم، پدر عروس منتظرته. ببخشی شما پدر داماد رو ندیدی؟ همون هم رفتن. بریم بریم. سلام علیکم. آساشان آقا به نظرم از این برده. تو قرار بود کلک خرم بکنی که برده بزن. اول کلک کار خودمان کنده بشه برده. خودی دیگه برده. خانم جا برینا بری گرد خورشی جا واسد درست بکنم. ببینم پدر عروسو ندیدی؟ از این برده آبی بریم. خانم پس آقا کجا تشریف داره؟ الان اینجا بود، داره عقب شما میگرده. اینم حکایتی شده ها، این عقب اون میگرده، اون عقب این میگرده. شما بریم به مهموناتون برسیم، منم با اجازه میرم ببینم. باشه بریم. ایبا بابا فرض بده دیگه، عروس و داماد باید برن اونو تا پیش بس میگم، باید بریم اونو پیش بابا رنگ بنظر میره مثل من نانه خامه‌ای خورده. سرکار این اینجاست که چه؟ همین که دنبالش میگردی اینو بله چه ریختیه؟ بابا تو نزه میدنی پدر عروس چی ریختیه؟ پدر عروس رو میخوام چی کار؟ برای رو پس تو دنبال کی میگردی آخ؟ بیا بیرون بابا، من مردم. بیا 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 برو بیرون دیگه. رفت بله منصرف شد رفت. بیا برو تو. بیا پدر من در آمد. ببینیم شبت خستگری تمام بکنی. تمام بود. آتاقی بی اینجا کاره دارم. تو هم توی گیرویر وقت گیروردی الان ها رو کنم. خدا بی الان بهت احتیاج دارم. حالا وقت بشیز بی خودم اصرار رو فایده. آتاقی چیه؟ من دلم میخواد برخصم از عبر. برس سلام سرخا. سلام مشروب کنار گذاشته بود، دوباره شروع کرد. مگه دکتر بهت سفارش نکرده بود که مشروب برای زخم معده ضرر داره؟ چرا خودی که اینطور خودتو به در و دیوار بزنی؟ از اینجا برو، به کار من کاری نداشته باش. کار چتی دارم. هرچه هستی بیا بیرو، دیگه راه فرار نداری. باشا، از ساعتو بنداز. اصله گرب ندارم.
سردتو بنداز. چشم. اینم سرد. باشو. باشو. دست بالا. چشم. بالاتر. این سرکار به خدا من تقصیری ندارم. همه دوست آدم کشا همین حرف رو میزنم. را بیافت. نه یعنی میخواب بگم من مریضم. میدونم مرض دوستی داری. یاد را بیافت. ببینم مگه دکتر به شما هم گفته؟ اگه تو یه دوست کنه کاری منم یه پاسبان کنه کارم. خیال نکن با این چرت و پرتا میتونی از چنگ من فرار کنی. را بیافت. بی آبرو. سرکار من اینجا آبرو دارم. دست بالا. اگه آبرو داشتی دوستی نمی کردی حق با خود رو سرم آنها چیشه می زنم عجیبه اینا همه دارن عقب پدر عروس و پدر داماد می گردن اینا رو پدر عروس و پدر دیما در خربت می رفتن پدر عروس؟ پدر داما؟ چطور شد؟ آخه چی شد مونه خانم جون؟ ولی الله چرا هفتیر دستته؟ هیچی داشت به من یاد میداد که وقتی بخوان دوز بگیرن چطوری هفتیر بکشن. میتونم از خانوما خواهش کنم ما رو تنها بذارن، ما یه خودی با هم حرف زدیم. ما که نامحرم نیستیم. عزم خانم جون ما زنا حرفامونو زدیم، ببینم حرفاشونو بزنم ببریم. این که قیافه ایه مثل این که دوست گرفته. معذرت میخوام شوهر من بس که دائم تو زندگیش با دوست دارم کشا سر کار داشته، قیافش ظاهرا بد اخلاق به نظر میاد اما با خدا قلبش پاکی پاکی. این عروسی باید به هم بخوره. چرا؟ برای این که تو یه دوستی. دخترم که دوست نیست. پسر یه فاسبان نمیتونه یه دوست ازدواج کنه. پسرم تو رو ادبیات پیش حساب تو با دخترت جداست. تو یه دوستی، یه دوست. به منم همینو میگم، حساب منو با دخترم قاطی نکن. امشب عروسی پسر تو با دختر من، اگه آبروریزی بشه آبروی هر دومون میره. بچه همون جلوی همه سرشکسته میشه. بچه همون الان هم سرشکسته هستن، منتها خبر ندارم. میشه یه کاری کرد که اصلا خبردار باشم. دست خود شماست. کلید خوشبختی و بدبختی این دوتا جوان که هیچ گناهی ندارن دست شماست. میدونم، اما اینم میدونم که ولی الله خان باید وظیفش رو درست انجام بده. خوشبختی پسرم منو وادار به سکوت میکنه، اما انجام وظیفه می که فریاد بکش تا روی این دوست رو ببر. ببین هم فامیل شدیم، من چشممو هم میذارم. من یه پاکت با صداقت انجام وظیفه کردم. پدرزن پسرم که سهله، اگه خود پسرم هم خدایی نکرده دوستی کنه میبرم تحویلش میدم. منم ببر تحویل بده، حرفی ندارم. اما نه حالا، بذاری عروسی به خوبی خوشی برگزار بشه، بعد با هم میریم کلانتری. قبول قبول، اما قول شرف بده که فکر فرار به سرت نزنه. قول میده. در ضمن از پلوی من نباید جون بخوری. چشم. دستت هم باید تو دست من باشه. این که هست. آسابیوف ببین. اما صبر کن. یه چیز دیگه بوده، ما امروز با هم فامیل شدیم، نباید روبوسی کنی. چرا را بیان دیگه رو ببوسی کنی؟ البته دیوارت نمیستنم، ولی من مجبورم تعبیرت دادم. خودت میدونی که من واقعا دزد نیستم، مریضم. دوست میدونم یه چیز روانیه، قبلنم به کسایی دیگه برخورد کردم که این مرضو داشتن، ولی من باید تعبیرت دادم. خیلی خب بریم. نشو دست. مبارکه سلامتی پدر عروس شما چطور خیلی مرتب بزنید. من متشکرم. اتاقی تو خدا بس اگر بذار بیرون من میخوام برم. برو تو اتاق برم. بذار تنهایی. بچه قیافو بی بچه. بله آقا ماشالله عالی کن. پدر عروس باید برخصد چون شگون دار. با سلامتی پدر عروس خانم کف مرتبی بزنی. خوزر آقا تقیه بیا بزنی. مرد تو نمیشه بیا بزنی دخانی بخوردی. مرد من بیا باید سنگ زمان بزنی. شب عروسی نرفا نیست.
خیلی بابا بده برخص بلش کن دیگه. سرکار جان نوبت شما میرسه. سوار سوار پدر عروف با پدر دوماد با هم برقصن. دستت رو دمه من با 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 ساکت. پدر عروف و پدر دوماد مثل یک روح در دو بدن هستن. این دستبند باعث میشه که هیچ کس نتونه از هم جدا بکنه. دست رو دمه من. اما عباس آقا خیلی شنگول سرحل الان وقتش تو فکرش هستم. قربان فکر تو برم. آتقی من باش بیرم. بیا تو هم بیا. عباس آقا با اجازه شما دیگه رو حرف من حرف نزدیم. با اختیار دارین آتقی، شما صاحب اختیارین. اما خواهش میکنم از نصیحت کردنش دریغ نکنین. نه دیگه بعد از این شوهرش با نصیحتش. بله بله مبارکه ایشان. هم میگه که من باید نصیحت بکنم. با اجازه. پس یه جوری بریم که کسی نفهمه. پدر چی میگی؟ خیلی معذرت میخوام، یه کار خصوصی با پدرم داشتم، میخواستم یه چیزی از ایشون سوال کنم. پدر زنم مثل پدر خودت بمونه. بگو پس واجه از ایشون. اونو دیگه باید از مامانت بخواستی. برو بزن بیبری. آقا جون میخواستم یه چیزی بپرسم. یه دقیقه بیان اینجا. ببخشید میخواستم یه سوال خصوصی بود. پدر شوهرم مثل پدر خرف پدر دجسه میدم.